و دلیل خشیت فرموده الله تعالی است، پس از آنها نترسید و از من بترسید. و دلیل انابت فرموده الله تعالی است و به دربار پروردگارت بازگردید و در برابر او تسلیم شوید. و دلیل استعانت فرموده او تعالی است، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جویم. و در حدیث آمده است و هرگاه خواستی کمک بجوی پس از الله کمک بجو. و دلیل استعاذه یعنی پناه بردن فرموده او تعالی است، بگو به پروردگار صبح پناه می برم، بگو به پروردگار مردم پناه می برم. و دلیل استغاثه فرموده او تعالی است، بیاد بیاورید زمانی را که از شدت ناراحتی در میدان بدر از پروردگارتان کمک می خواستید و او خواسته شما را پذیرفت. و دلیل ضعف یعنی کشتن مال فرموده او تعالی، بگو هر آینه نماز من و حج قربانی من و زندگانی من و مرگ من همه برای الله است، پروردگار جهانیان همتای برای او نیست. و دلیل از سنت، الله لعنت کند کسی را که برای غیر الله ذبح نماید. خشیت یعنی همان خوفی است که برای علمی به عظمت و کمال سلطنتی کسی که از او میترسد بنا شده است. انابت یعنی بازگشت به سوی الله تعالی به وسیله اطاعت از او و خودداری از نافرمانی کردن او. و انیبو یعنی بازگردید الی ربکم و اسلموا له، یعنی و اسلموا له یعنی امر خود را به الله بسپار، زیرا تو بنده‌ای و بنده باید تسلیم آقایش باشد و سید الله است. چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید سید الله است. استعانت طلب کمک، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم. در این آیه چیزی که مستحق تأخیر است اول ذکر شده است و این دلالت بر حصر می کند، یعنی نمی پرستیم جز تو را و کمک نمی گیریم جز از تو. استعاذه یعنی پناه جستن به معنای حمایت شدن در مقابل چیزی ناپسند، اعوذ یعنی پناه می برم. استغاثه یعنی طلب غفص یعنی فریادرسی به معنای نجات دادن از سختی و هلاکت است. استعانت، استعاذه، استغاثه و شفاعت درست است که از مخلوق در اموری که قدرت آن را دارد خواسته شود، اما باید دارای چهار شرط باشد. باید زنده، حاضر، توانا و سبب باشد. ذبح یعنی گرفتن روح به وسیله ریختن خون و رویش مخصوص ذبح نامیده می شود. ذبح به سه تقسیم می شود. یکم ذبح برای الله مانند هدی که از طرف حاجیان در روز عید قربان کشته می شود، قربانی و صدقه ها. دوم قسم ذبح از روی محبت و تعظیم برای غیر الله ذبح کردن، مانند ذبح کردن برای جن و صاحبان قبرها و این شرک اکبر است. سوم قسم ذبح، ذبح مباح به مانند کشتن گوسفند به خاطر گوشت و به خاطر احترام مهمان و برای تجارت. در مورد ذبح تفصیلات بیشتری وجود دارد، به امر الله تعالی در کتاب توحید می آید. و دلیل نظر فرموده او تعالی است، آنها به نظر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند. تعریف نظر، نظر در لغت به معنای عهد و پیمان و الزام است و نظر در شریعت به این معنا است که مکلف خود را ملزم به چیزی کند که بر او واجب نیست. نظر دارای قسمها، شرطها و کفارت است که تفصیل آن در کتاب توحید به امر الله می آید. نوعهای نظر، نظر برای الله، دوم نظر برای غیر الله. مؤلف این عبادتها را ذکر کرده است به این خاطر نیست که عبادتها تنها در این محصور است، بلکه اینها بر سبیل مثال ذکر شده است. چون بسیار از عبادتها را ذکر نکرده است، به محل شاهد اینجاست که
هر کس چیزی از این عبادت‌ها رو یا عبادت‌های دیگر رو برای غیر الله انجام دهد مشرک می‌شود.